در حمله ای که بامداد جمعه در اصفهان صورت گرفت، اونچه که رژیم اعلام میکنه با اونچه که رسانه های خارجی اعلام میکنن بسیار متفاوته. پس بالاخره موضوع از چه قراره و آیا رژیم تونسته از رسیدن آتش جنگافروزی به خودش جلوگیری کنه و تا کجا رژیم میتونه به این وضعیت خلاصه ادامه بده؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با صلاح عبدالله نژاد. با سلام و تشکر از شما آقای عبدالله نژاد که دعوت ما رو پذیرفتید. با تشکر از شما علی رضا که این فرصت را دادید و همچنین سلام میکنم به بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی. درود بر شما، خوش آمدید. در حمله‌ای که بامداد جمعه در اصفهان صورت گرفت، اونچه که رژیم اعلام میکنه خیلی با اونچه که رسانه‌های خارجی اعلام میکنن تفاوت داره. می‌خواستیم بدونیم که موضوع بالاخره از چه قراره. بله، همونطور که گفتید دو روایت کاملا متفاوت از قضیه دارن میکنن. از یک طرف رژیم میگه چیز مهمی نبوده و چند ریز پرنده بوده و اینا رو هم منعدم کردیم و صدایی هم که شنیده شده صدای پدافندهای ما بوده. از اون طرف رسانه های معتبر گزارشات مختلفی میدن، از جمله اینکه بعضا میگن که به 9 هدف شلیک کردیم، به پایگاه شکاری هوایی شلیک کردیم، یا از اون طرف میگن که به سیستم های راداری پدافند S-300 توی که حفاظت از نیروگاه هسته‌ای بسیار مهم نتنز به عهده دارند اونجا شلیک کردیم، و حتی بعضا میگن که بخشی از اونا رو هم منهدم کردن. یعنی گزارشات ضد و نقیضی تو این رابطه میرسه. مثلا تلگرام تو همین رابطه تلگراف نوشته بود که جنگنده های اسرائیلی، یعنی از طریق جنگنده ها 3 تا موشک شلیک شده و یک همچون جاهایی را مورد هدف قرار دادن، یعنی این سامانه های دفاع موشکی رو هدف قرار دادن و اونا رو منهدم کردن. یک مقام آمریکایی هم همین رو تایید کرده بود و به ABC نیوز گفته بود که اسرائیلی ها یک سایت راداری دفاع هوایی محافظت از مجتمع هسته‌ای نتنز رو هدف قرار داده بودن و این ایستگاه دفاع هوایی رو تخریب کردن. ولی از اون طرف مثلا موسوی فرمانده کل ارتش رژیم گفته بود که به دلیل اینکه پدافند ما هوشیار بود و اینا چند ریز پرنده بودن و اینا رو منهدم کردیم. یا امیر حیدری که فرمانده نیروی زمینی ارتش، اونم تقریبا یه همچون ادعای را مطرح کرده بود. خب در واقع این دو تا روایت کاملا متفاوته. البته رژیم هم به خبرنگارا اجازه نمیده که برن واقعیت صحنه را ببینن، اونجایی که تخریب شده رو ببینن و گزارش بدن. ولی به 3 دلیل مشخص رژیم در واقع تلاش میکنه که این موضوع را کوچیک جلوه بده. اولین دلیلش اینه که خب اولا مردم براشون ثابت شده تا این سالیان 45 سال گذشته که هر چی رژیم میگه اصل بر دروغ بودنشه. دومه که رژیم اگر قبول بکنه که یک همچون حمله شده، حملات موشکی شده، پس باید جواب ریزشی ها و مزدوران خودش و حتی مزدوران برون مرزی خودش، اون که رژیم بهش یه عمق استراتژیک در سوریه و عراق و لبنان اینا رو بده که چطوری شده که رژیم نتونسته جلوی این حمله رو بگیره و چرا نتونسته خونسا بکنه. دلیل سومش هم اینه که اگر رژیم بپذیره که یه همچون حمله با این ابعاد صورت گرفته، در این صورت باید خب جواب بده، پاسخ بده، یعنی یک عکس العمل نشون میده. و از اونجایی که رژیم عملا با توجه به پاسخ قبلی که داد و همه اهدافی که به اسلام میخواست بزنه، تمام اون 300 خورده ای پهباد و موشک و ایناش خونسا شد و در واقع به هدف نرسید، به همین دلیل عملا در توانش نمیبینه که بخواد جوابی بده و از این بابت هم مجبور موضوع را مینیمیزه بکنه. البته از اون طرف چون بخصوص میدونی که هم رئیسی، هم عبداللهیان، هم بقیه مزدورای رژیم و حتی در نماز جمعه ها همه گفته بودن نمیدونم اگر اسرائیل بخواد نمیدونم کوچکترین حرکتی انجام بده ما چه کارا میکنیم، در حالی که در عمل دیدیم که هیچ اقدامی تو همین رابطه انجام نداده. همین دیروز یا پریروز بود که رئیسی میگفت اگه کوچکترین اقدامی اسرائیل انجام بده ما اونو پشیمون خواهیم کرد و اینا، ولی خب در عمل میبینیم که یه همچون وضعیتی پیش بوده. البته بگذاریم از این که رسانه های معتبر بین المللی هم بعضا گزارش دادن مثل نیویورک تایمز که هر دو طرف تلاش میکنن که این موضوع را یه مقدار
کوچک جلوه بدن و از این مرحله عبور کنن. بله، پس به این ترتیب رژیم تونسته همونطور که از اولم تلاش میکرد از رسیدن آتش جنگ به خودش جلوگیری کنه؟ تا این نقطه که اگه ظاهر قضیه را نگاه کنیم و موضوع را به عنوان یک نقطه ایستا نگاه کنیم، بله، ولی خب واقعیت اینه که تحولاتی که نمیشه در یک نقطه سنجید و ارزیابی کرد، یعنی در واقع به صورت استاتیک و غیر دینامیک که نمیشه، بلکه همه قوانین و چیزها همینطور که میدونید خب دیالکتیکی باید به این مسئله نگاه کرد، یعنی در حرکت باید اینو سنجید. شما اگه در نظر بگیرید از روز 15 مهر که شروع شد این جریان تا الان، بخصوص بعد از حملاتی که اخیراً رژیم کرد، 331 پهباد و موشک شلیک کرده بود که یک نقطه عطف بعد از 6 ماه و نیم در این شروع این جنگ در واقع این نقطه عطف محسوب میشه. علت چه اینه که اولا این نقطه از 3 تا چیز ثابت کرد. اولا ثابت کرد که سر مار کجاست، سر مار در تهرانه. ثانیا ثابت کرد که یک طرف اصلی این جنگ رژیم جنایتکار آخوندیه، چیزی که قبلا خامنه ای یادتون باشه روز اول و دومی که جنگ شروع شده بود میگو اصلا ما اطلاع نداشتیم، ما البته خب حمایت معنوی و از این چیزا میکنیم ولی ما اصلا از این حمله اطلاع نداشتیم. الان معلوم شد که یک طرف اصلی جنگه. چیز سومی که ثابت کردیم نقطه عطف این بود که صلح در منطقه بخصوص در منطقه خاورمیانه محقق نخواهد شد مگر اینکه این رژیم سرنگون بشه توسط مردم ایران و مقاومت ایران. بنابراین واقعیت اینه که الان خامنه ای به تله افتاده، این چیزی که دیگه با چشم دارن همه دنیا میبینن و شرایط به قبل از این حملات اخیر بر نمیگرده و در یک باطلاق گیر کرده که در واقع هرچه دست و پا میزنه بیشتر فرو میره و از اون طرف چرخه تشدید جنگ و درگیری هم علارغم اینکه خودشون نمیخوان، یعنی دو طرف قضیه مطلق نمیخوان ها، ولی دیگه خارج از اراده اوناست چون شرایط و تحولات بین المللی خارج از اونها داره این روند قضایا را در واقع به سمت جنگ بیشتر و تشدید میکنه، که البته به همین دلیل است که رژیم تلاش میکنه در واقع فضا را دچار رعب و وحشت ایجاد بکنه و سرکوب را بخصوص الان دیدیم که به سر حجاب تشدید کرده. بله، همین حجاب که گفتین این روزا شاهد تشدید سرکوب هستیم تحت همین بهانه. آیا این تشدید تضاد در داخل برای رژیم خطرناک نیست از جهت اینکه جرقه خودش بشه دوباره بر انبار بارود؟ چرا؟ اتفاقا خیلی هم خطرناکه. خود خامنه ای هم بهتر از هر کسی از این واقعیت در واقع آگاه و میدونه، ولی خب به دو دلیل مشخص رژیم اومده دست به این اقدامات میزنه. یکی اینکه خب نیاز شدیدی داره به اینکه مهار بکنه چون میترسه که مهار جامعه از دستش خارج بشه با توجه به فضا و تحولاتی که هست. دومی که میخواد از این فضای جنگ افروزی به عنوان یک سرپوش استفاده بکنه، به عنوان یک فرصت به اصطلاح که بخواد جو رعب و ارعاب و وحشت دوباره بیشتر بکنه و جامعه را در واقع قفل کنه و بگیره و جلوی اعتراضات و اینا را بگیره. ولی خب اقدامات خامنه ای هرچند که ناشی از این بحران موقعیتی که توش گیر کرده، چون خب میدونید که روز عید فطر خود خامنه ای بود که اصلا تو خطبه عید فطر اومد دستور به اصطلاح حمله را داد و سرکوب زنان را و اصلا به اصلا مزدوران خودش دستور امر به معروف و نهی از منکر و اینا را صادر کرد که پشتبندش هم اگه یادتون باشه بلا فاصله اطلاعیه فراجا نیروی انتظامی بود، هم در سطح سراسری و هم در استانهای مختلف، آذربایجان غربی بود، کردستان بود، خوزستان بود، بلوچستان بود، توی شمال بود، توی تقریبا اکثر استانها فراجا اطلاعیه جداگونه داد و خلاصه هشدار و اخطار و اعلام میکنیم بله میکنیم از 25 فروردین هم این موضوع رو شروع کردن. بله، ولی با شرایطی که الان رژیم داره مگه میتونه به این وضعیت ادامه بده؟ نه، قطعا نمیتونه، چون میدونی که این هرچی بیش سرکوب بیشتر بکنه خب به جو اعتراضات بیشتر دامن میزنه و خشم انفجار مردم رو در واقع بیشتر میکنه تو این رابطه و به همین دلیل هم باعث شده حتی در درون خود رژیم در واقع تضادش بریزه تو درون و شروع به یک سری اعتراضات تو همین رابطه کردن. من به چند نمونه اشاره بکنم، مثلا این غلامرضا تاجگردون که از به اصطلاح منتخبین مجلس 12
گفته که لایحه عفاف و حجاب اولویت کشور نیست، اولویت یک تا پنج هم نیست، یعنی در واقع جنبه اعتراضی. یا اژه‌ای که رئیس قوه قضاییه رژیم گفته که باید با تدبیر و با هماهنگی و با همکاری عمل بکنیم، نمیشه همینطوری خودسر خلاصه وارد این قضیه بشیم. یا حتی یکی از اعضای دفتر خود خامنه‌ای همین یکی دو روز پیش اومد وارد شد و گفت که ما نباید بی حساب و کتاب وارد این قضیه بشیم، این توطئه دشمنانه و ما نباید دامن بزنیم از این حرفا. یا حتی عبداللهیان وزیر خارجه رژیم که این موضوعات معمولا ربطی بهش نداری، مسابقه کرده بود با CNN بود یا NBC که توش گفته بود که مسئله یک ما حجاب نیست، مسئله یک ما همین جنگ غزه است و اینا. حالا رژیم با توجه به شرایطی که توش هست، چون به گفته کارشناسای مختلف به خصوص کارشناسای نظامی، رژیم خب دچار یک شکست خیلی فاحش و جدی شده توی رابطه با این قضایه که پیش اومد. چون میدونی که از اون طرف یه موشک زدن، چند تا از سرداران سپاه رو به هوا فرستادن، از این طرف رژیم 313 تا موشک و پهباد و اینا زده، دو نفر از اون طرف مجروح شدن که حالا اونم میگن با آتش خودی بوده یا هرچی. یعنی رژیم در مقابل این که اولدرون بولدرون میکرد و انتقام میگیریم و انتقام سخت میگیریم و چیکار میکنیم، دیدیم که ما توانش در چه حده. و حتی در فضای مجازی میدونید که به شدت رژیم رو مسخره کرده بودن دیگه، حتی توی اردن و جاهای مختلف این به اصطلاح بقایای موشکای رژیم رو به عنوان آهن قرازه و اینا به حراج گذاشته بودن تو این رابطه. حالا بگذاریم از این که رئیسی جلاد عربده میکشید و نعره میکشید و میگفت انتقام میگیریم، و از اون طرف حتی ادعا میکرد که ما انتقامی که گرفتیم کار بسیار حساب شده و دقیقی بوده. حالا کار حساب شده شون اینه که نتیجه چه میبینیم؟ اگه حساب شده نباشه دیگه به چه شکله؟ خب خامنه‌ای میدونی که از اول سالم خیز برداشته بود، مثلا نمایش انتخابات که راه انداخته بود، تماما فقط هدفش این بود که چون خیلی هم با کله وارد شده بود دیگه این انتخابات، برخلاف سایر انتخاباتی که داشته، خود خامنه‌ای 7-8 بار وارد شده، اینا میخواستن هر جور شده خلاصه بخشی را بتونن به پای صندوق رای بیارن و به صورت ادعا بکنن که ما پایگاه مردمی داریم اینا، که با آنچنان تحریم گسترده‌ای مواجه شد و آنچنان پتک محکمی به سر خامنه‌ای خورد که اصلا نتونست سر باز بکنه. و همین تحریم‌های گسترده پیام گسترده هم به مردم داد، هم به خود خامنه‌ای که در واقع وضعیت از چه قراره. و این باعث جوشش و خروش خشم مردم میشه، اعتراضات مردم رو مطمئناً بیشتر میکنه، علی‌رغم اینکه رژیم تلاش میکنه مردم رو خلاصه سرکوب بکنه، ولی در عمل هم میبینیم که کانال شورشی هر روز به صورت گسترده‌تر هم کمن و هم کیفن پاسخ جنایت‌های رژیم و بخصوص جنایت‌های اخیرش که در سرکوب زنان و اعدام و ایناست اینو میدن. بله، با سپاس و تشکر بسیار از شما که در این برنامه با ما همراه بودین. من متشکرم از فرصت. درود بر شما، خدا نگهدار. گفتگویی بود با صلاح عبدالله نژاد، تحلیلگر سیاسی با عنوان بازتاب‌های حمله به پایگاه هوایی اصفهان.